خجالت بکشین، حیا کنین، دزدای عزیزی. جوجه بر از گشنگی داره میمیره، حیا کنین. انشالله که کرونا بگیریم بمیرید. این 3-4 روزه من نمیتونم دونگیر بیارم، ارزی سرمایه میریختم مدلل، هیچ کدوم دونمو نیومده. حیا کنید، خجالت بکشید، سرمایه مملکت ایرانو بیا نگاه کن. سلام آقای روحانی، من یک کاسبه، 20 سال کاسبی کرده. این وضعیت من، این مغازه خالی من، نگاه کن تو رو خدا، تو دین حضرت عباس نگاه بکن. طلبکار اومد یخچالا ما، جنسا ما، تهدکو ما برداشت برد. من دوتا بچه دارم، دوتا دختر دارم، یه بچه هم تو را دارم، ولی الان اون شبمم ندارم. بعد از 20 سال نه ضد انقلاب هم، نه معانده هم، نه جاسوس هم، نه امریکایی هم، نه اسرائیلی هم، ایرانی هم، بروجنی هم، بچه چهارمحال هم، چهارمحال به اختیاری. بعد از 20 سال کار کردم توی مغازه، 2-3 ساله که ورشکستگی بهم خورده، آبروم رفت، حیثیتم رفت، شرفم رفت. کاری میکردی که ما اینقدر ضرر نکنیم، اینقدر متضرر نشیم، اینقدر بدبخت و بلو نشیم. بخره ما هم زن داریم، زندگی داریم، باید توی مملکت زندگی کنیم. چرا باید اینطوری باشه؟ بعد از 20 سال کاسبی من باید بیام بشنم اینجا دست بگیرم تو سرم، عزا بگیرم، ماتم بگیرم؟ خیلی ممنون، یه لطفی بکن، یه محبتی بکن. خراب شده اجتماع، جامعه اون خراب شده، مملکت خراب شده، وضع اقتصادی مردم بده، مردم ندارن، مردم به دربدری افتادن، به گدایی افتادن. به خدا من میخوام گیره کنم دیگه از این وضعیتم، هیچی ندارم. آهی زبیولا، خونه ما بانک جمع کرد، بانک ملت جمع کرد، ماشین ما بانک پست بانک جمع کرد، تمام زندگیم رفت، هیچی دیگه ندارم. منم و 4 سر عائله با یه بچه تو راه. تجمع مردم برای دریافت سیم کارت جهت ثبت نام برای وام 1,000,000 تومانی. واقعا ارزشش داره با جون مردم اینطور بازی کردن. امروز هم 29 فروردین 99، سیوم است. من مهتاب نصیرپور هستم. امروز 31 فروردین 1399. در این روزهای تعطیلی و بیکاری و قرنطینه، بیشتر از هر وقت دیگه به یاد زندانیان و به خصوص فعالین مدنی زندانی هستم. کسانی که به خاطر دفاع از حقوق ما، دفاع از حقوق صنفیشون و ابراز عقیده در زندان هستن. همچنین خبرنگاران، اهالی رسانه و حامیان حفظ محیط زیست. زندان، جایی که در اونجا امکان قرنطینه به سختی میسره و به همین دلیل سلامتی این افراد در خطره. من به عنوان یه شهروند تقاضای آزادی این زندانیان به خصوص در این ایام رو دارم. امیدوارم با این کار از تشویش و نگرانی عمومی کاسته بشه. متشکرم. من نرس هستم و کارت یکی از بیمارستانهای بزرگ کرونا تهران. یه چند روزیه که دارن تو تلویزیون ایران دارن اعلام میکنن که هی آمار داره میاد پایین، نمیدونم سیل نزولیه و آمار مبتلایا کم شده، نمیدونم فوتیا کم شدن اینا. چند روز پیش یه دونه دستورالعمل از وزارت بهداشت واسه ما اومد. حالا ما کاری با این دستورالعمل نداریم، میایم قسمت هایلایتش. نوشته وضعیت تعیین تکلیف بیماران در صورت بستری وی در بیمارستان در سامانه بستری لحاظ گردد و پس از ترخیص یا فوت وضعیت به ترخیص تغییر نماید.
در صورتی که بیمار فوت نماید الزامی فرم موارد فوت ناشی از پنومونی برای وی تکمیل گردد. یعنی اینکه ما باید پرونده رو عوض بکنیم، بنویسیم به جای کرونا طرف مثلا حالا عفونت حاد ریه داشته و فوت کرده. حالا خودتون فکر کنین که چجوری آمار اومده پایین. خودمون باید مواظب خودمون باشیم. با تشکر از هم. این هم از بساط و این هم از کاسبی همه بساط کردم. نمیدونم هفت دستگاه ماشین ایرانی که ورودشون به آذربایجان ممنوع شده و آذربایجان اجازه ورود نمیده. نقطه صفر مرزی روسیه به ما اجازه توقف نمیده. گمرک روسیه هم اجازه توقف نمیده. گمرک آذربایجان هم گفته بیاید آذربایجان بازداشتتون میکنن. آقایون مسئولین یه فکری بردارید. از موقعی که دیگه کرونا اومده نتونستم برم بازار، خرجی من با همون در میآوردم. مسجلم کسی هم ندارم که دور برم باشه، حتی به کسی تکیه کنم. الان به ما بدبختی دیگه، شوهرم هم چون زخم بستر داشت 13 سال اینطوری افتاده، زاینه خواهی شدید. از این اون قرض کردم، رفتم دارو براش در میکردم. دو تا بچه دارم، من دختر. یارانه به یارانه خیلی سخته به خدا. همین دست فروشی یه جوریه، یه جوری مردم نگاه میکنن. خاطر اون دیگه نوچه اومد که رفتم سختی از این که دستم میشه اون تداد نشده.